بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحثمون در انگیزه صلح آقا امام حسن مشتبه سبت اکبر سلام الله علیه بود ما یه مقداری با تحلیل و بررسی بیان کردیم انگیزه صلح امام حسن سلام الله علیه را و کاملا بیان شد به اینکه این مردم قابلیت برای امامت امام حسن سلام الله علیه را نداشتن آمدن در جنگ اختلاف کردن خوارج آمدن میدان اقده ها باز شد به طوری که یکی از خوارج از طایفه بنی اسد آمده است به امام حسن سلام الله علیه با خنجر چنان زده است به ران مبارکش که آقا مدت ها بستری بود این وضعیت لشکریان امام حسن بود در عین حال این کارا رو میکردن امام به عنوانی که وجهه معاویه را به مردم معرفی کند و بگوید به این که معاویه قابلیت برای خلافت را ندارد اگر سعادت میخواهید اگر شخصیت در دنیا و آخرت بخواهید اگر برکات بخواهید بر شما نازل شود بیایید با ما هماهنگی کنید وضعیت شما را به جایی برسانیم که هم سعادت دنیا داشته باشید هم سعادت آخرت لذا جناب سلمان اتفاقا همین مضمون را در احتجاجات خودش در سقیفه بیان کرد که مردم بیایید تحت لوای علی ابن ابی طالب امام الموحدین که لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم اگر به پرندگان آسمان بگویید بیا بیاید و به ماهی دریا بگویید بیا بیاید این مقدار شما را به مرحله کمال میرساند و به شما ترقی انسانیت و برکات بر شما نازل میشود امام حسن هم شبیه به همین قضیه را برای مردم بیان فرمودند که وضعیت بیعت شما با معاویه سرانجام چه خواهد شد و وضعیت اطاعت از ما چه خواهد شد فرمود در یک سخنرانی ایوه الناس ان معاویه زعم انی رأیته للخلافه اهلا شما خیال میکنید به اینکه من معاویه را اهلیت برای خلافت میبینم نه به خدا قسم لو ان الناس بایعونی و اطاعونی و نصرونی به خدا قسم اگر مردم با من بیعت می کردن. اما بیعت همراه با اطاعت همراه با یاری لعتت همو سما آسمونها قطراتشون را بر زمین نازل می کردند زمین برکاتش را به مردم ارزانی می داشت دیگر معاویه در کار نبود تا طمع به خلافت بکند بعد استشهاد فرمودند به یک کلامی از کلمات پیغمبر اکرم که فرمود ما ولت امت امرها رجلا قط و فیهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ملت عبدت العجل اگر مردم بیاین متصدی امر خودشون را یک مردی قرار بدهند که او پایینتر است و در بین مردم علم از او وجود دارد علم را بذارن کنار غیر اعلم را بگیرن بر گرده مردم سوار کنند جز اینکه کارشون به پستی گراییده می شود و کم کم کارشون به جایی میرسد که همون بلایی که بر سر امت جناب موسی علی نبی و آلهی و علیه السلام آمده است بر سر اینها خواهد آمد و اینها به گوسال پرستی منجر می شوند لذا در خطبه دیگر دارد مردم من خواهم دید که فرزندان شما بیاین در خانه فرزندان بنی امیه را بکوبند و از آنها طلب آبنان بکنند و آنها آبنان به اینها ندهند وضعیت شما این چنینی خواهد شد اگر برا اطاعت کنید با من همراهی کنید کار شما به اونجا میرسد که برکات آسمان و زمین به شما روی می آورد تمام سعادت چه سعادت دنیوی و چه سعادت اخروی به شما روی می آورد و شما در دنیا و آخرت به ناز و نعمت زندگی خواهید کرد اما اگر بروید به دستگاه معاویه و سر فرود آورید به افراد بیدین و بی شخصیت غهرن کارتون به جایی میرسد هم ذلت دنیا نصیب شما میشود و هم ذلت آخرت هم در دنیا مبغوز حضرت حقید و هم در آخرت مبغوز و به جهنم می روید. این آثار و برکات اطاعت از امام است این آثار و برکات از اطاعت از شخصیتی است که خدا او را تعیین فرموده است پس در نتیجه امام سلام الله علیه با این بیان خودش بیان فرمودند و مردم را تنبه دادند بر اینها اتمام حجت کردند متاسفانه مردم گوش به حرف امام زمانشون ندادند و در مقام اطاعت از امام زمان خودشون بر نیامدند کارشون به اینجا رسیده است که مزلت بیچارگی کشتار بر اینها مسلط شد و اینها را بیچاره کرد به طوری که زندگی سختی را بعد از آقا امام حسن سلام الله علیه به چه زندگی ننگینی مبتلا شده اند این است اطاعت از امام زمان نکردن کار به همین جا میرسد لذا در ضمن مطلبی عرض کنم بینندگان عزیز اگر بخواهید عزت دنیا تأمین شود عزت آخرت تأمین شود در زیر لوای اهل بیت پیغمبر باشید گوش به فرمان این بزرگواران بدهید و عوامر اینها را اطاعت کنید و نواهی اینها را منزجر شوید و اگر حلال و حرام خدا را که به بیان این بزرگواران برای شما بیان شده است عمل کنید به سعادت خواهید رسید امیدم این است به اینکه خداوند منان به حق امام زمان در زمان غیبت کبرا به ما حس عاقبت و توفیق برای اطاعت عنایت بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلى الله على محمد وآله اجمعين